بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه دهیم. آیت الله محمد رضا نکونام، استاد حوزه علمی در یکی از بیمارستان‌های تهران، بر اثر بیماری درگذشت. وی متولد سال 1327 هجری شمسی در گلپایگان بود که دروس حوزه را در تهران آغاز و سپس در قم در دروس خارج آیات اعظام محمد رضا گلپایگانی، میرزا هاشم آملی و مرتضی حائری یزدی حاضر شد. علاوه بر تدریس دروس عالی حوزوی، تألیف کتاب از فعالیت‌های علمی اوست. وی تعیین طی چندین مرحله به دلیل برخی از سخنان اعتراض آمیز بازداشت و زندانی شد، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل و سازمان پزشکی قانونی بارها اعلام کرد که او تحمل سپری کردن حبس را ندارد. گفتنی است که دادگاه ویژه روحانیت قم از انتشار رساله فقهی او در ایران جلوگیری کرده و همه نسخه هایش را جمع‌آوری کرد. این عالم دینی 18 تیر 1403 به دلیل شکستگی پا در بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم بستری و پس از جراحی دچار آمبولگریه شده و برای درمان به تهران منتقل شد، اما در 17 مرداد 1403 به دلیل استقلبی درگذشت. سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زندانیان از افزایش شمار اعدام‌ها در چندین شهر ایران طی روزهای اخیر خبر دادند. سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادند که بامداد چهارشنبه هفته اوت 17 مرداد 22 نفر در زندان قزلحصار کرج در ایران اعدام شدند. خبرگزاری‌های حقوق بشری در ایران اعلام کردند که این افراد بابت اتهامات غیر سیاسی از جمله قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر و تجاوز به اعدام محکوم شدند و هویت تمامی این افراد هنوز معلوم نشده است. در گزارش نیز اعلام شده که در هفت ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند. یافته‌های این سازمان‌ها همچنین نشان می‌دهد که در 7 ماه گذشته دست کم 25 زندانی افغانستانی در زندان‌های ایران اعدام شدند. منابع محلی در استان بامیان افغانستان به رسانه‌ها گفتند کوچی‌ها در روزهای گذشته به علفزارهای چند روستای شهرستان پنجاب هجوم بردند. به گفته منابع، کوچی‌ها هر چند از این روستاها خارج شدند، اما تلاش هزاره‌های ساکن شهرستان پنجاب برای بیرون راندن آنها منجر به درگیری شد. ساکنان محلی می‌گویند این چندمین باری است که کوچه‌ها با حمایت طالبان علیه ساکنان بومی شهرستان پنجاب هجوم برده و علفزارها و زمین‌های کشاورزی آنان را تخریب می‌کنند.